اعتراضات گسترده مردم زاهدان علیه اعدام 16 زندانی سیاسی توسط دشمنان رژیم آخوندی، برگزاری نماز سمبولیک در گورستان زاهدان برای اعدام شدگان، رژیم آخوندی از تحویل پیکرهای اعدام شدگان خودداری می کند و آنها را در محلهای متروکه به خاک می سپارد. ادامه تظاهرات مردم اهواز، تظاهرات دانشجویی در ارومیه و قم علیه فضای اختناق و وضعیت نابسامان دانشگاه و اعدام جنایتکارانه 9 زندانی در زندانهای قزوین، خرم‌آباد و ساری. مردم زاهدان و خانواده‌ها و بستگان 16 زندانی سیاسی اعدام شده توسط دشمنان آخوندی در زاهدان در گورستان عمومی شهر زاهدان تجمع کردند تا به طور سمبولیک برای فرزندان اعدام شدهشان نماز بخوانند. این عمل اعتراضی در شرایطی برگزار شد که یک حکومت نظامی اعلام نشده در شهر زاهدان برقرار شده و عوامل حکومتی و ماموران اطلاعاتی از مردم فیلمبرداری می‌کردند. خانواده‌های اعدام شدگان همچنین در مقابل دادگاه ارتجاع در زاهدان و پزشکی قانونی تجمع کردند تا پیکرهای فرزندانشان را تحویل بگیرند. رژیم جنایتکار آخوندی در وحشت از شکل‌گیری اعتراضات مردم زاهدان روزانه پیکر 3 تن از 16 زندانی سیاسی اعدام شده را در محل متروکه‌ای در 5 کیلومتری گورستان زاهدان بدون اطلاع خانواده‌هایشان دفن می‌کند. پدر یکی از 16 زندانی سیاسی اعدام شده زاهدان خطاب به نیروهای امنیتی و اطلاعاتی و مزوران لباس شخصی در گورستان شهر زاهدان گفت: انشاءالله شاهد به قفس افتادن و محاکمه سردمداران شما مثل حسنی مبارک و قذافی باشیم و بدانید فرزندان ما شهید و در جوار رحمت الهی اند، چرا که بیگناه بالای دار رفتند. مردم اهواز به تظاهرات خود علیه انتقال آب کارون ادامه می دهند. دانشجویان دانشگاه صنعتی ارومیه تجمع گسترده‌ای برگزار کردند و به سرکوب و خفقان در دانشگاه اعتراض کردند. دانشجویان در حالی که شعار می‌دادند از محل سلف سرویس در بیرون دانشگاه به سمت دانشگاه راهپیمایی کردند. جمعی از دانشجویان دانشگاه آزاد قم در اعتراض به وضعیت وخامت‌بار خدماتی در محل سلف دانشگاه دست به تجمع زدند. بر اساس خبرهایی که به تازگی به دستمان رسیده، رژیم ضد بشری آخوندی روز سه‌شنبه 7 آبان 4 زندانی را در زندان مرکزی خرم‌آباد به دار آویخت. رژیم تا کنون هیچ خبری در این رابطه منتشر نکرده است. روز یک‌شنبه هفته گذشته 28 مهر ماه 92 نیز 4 زندانی را در زندان مرکزی قزوین به دار آویختند. رژیم آخوندی همچنین روز سه‌شنبه 7 آبان 1 زندانی را در زندان ساری به دار آویخت. وضعیت جسمی اسدالله هادی، زندانی سیاسی 57 ساله، از زندانیان دهه 60 وخیم گزارش شده است. وی در سال 88 به اتهام اقدام علیه امنیت و اخلال در نظم و رابطه با سازمان مجاهدین بازداشت و به 5 سال حبس محکوم شد. اسدالله هادی در حال حاضر در بند 350 زندان اوین محبوس می باشد. وی از بیماری‌های مختلف رنج می‌برد، ولی دشمنان از انتقال وی به بیمارستان جلوگیری به عمل می‌آورند.